آقا آی کنامی دیگه از اون تیزر اول ما دیگه باید فهمیده باشی دیگه این چیه تحویل بچهای مردم دادی بعد از این همه سال آبروداری. حالا درسته من 12 سال دارم فیفا بازی میکنم ولی خب دیگه حداقل چیزایی میشتیم که کنامی داره یه کارایی میکنه، ولی دیگه با این افتضاحی که امسال زدی واقعا متاسفم. بجمان نظر تو چیه؟ توف غیرتت واقعا دیگه نمیدونم چی بگه. خلاصه حالا درسته فیریه، درسته مجانیه و حالا واسه یه سری چیزا بعد دوباره بریم پول بدیم، ولی خب دلیل نمیشه دیگه همچین چیزی رو تحویل مردم بدی. البته ما هم خودمون هنوز بازی نکردیم، ما فقط شنیدیم، ولی خب چیزایی که دیدیم دیگه میدونیم قطعا همینه، چون یه دونه نقد مثبتم راجع به این بازی نیست. اصلا مگه میشه اصلا همچین چیزی؟ اصلا مگه میشه همچین کاری بکنیم؟ مگر اینکه به قول سهن یه واقعا یه ذهنیتی داشتش که البته خب خونده بود سه جا، آره آقا این تبلیغ منفی زده که اینجوری خودشو بوست کنه در واقع با این کار، واقعا هم کاری نداره دیگه. یه دونه آپدیت 30 مگی بده به نظر من اون لجنزاری که زده بود درست میشه. نه واقعا دیدی قیافه من که قیافه رو دیدم از مسی و من حالا هی گفتم اگزاجره است چرت و پرت الکی خالی بندیه. رفتم نگاه کردم یوتیوب نگاه کردم فلان دیدم هست واقعیته. نه واقعا همین یارو منفی ترین حالت استیم رو گرفته. مثلا میگم وقتی شما توی صفحه استورون فروشگاه این بازی میرین توی استیم، اولا که اصلا میبینید دیگه کمتر از اون نمیشه یه امتیاز دریافت بکنه که اصلا یه چیز افتضاحه. ولی میگم تنها چیزی که به ذهن من رسید و حالا یکی از دوستان میگفته این یه چیز ضد تبلیغه، یعنی کنامی نمیخواست پول تبلیغات بده، با این کار تو سر و زبون ها افتاده که ملت بیان مثلا بازی کنن راجبش حرف بزنن، بعد حالا بعد یه ماه هم یه آپدیتی بده و همه اینا رو درست. از اونجایی که حالا فیفا 22 هم اونطوری داره خوشگل اقدام میکنه و این اینطوری داره اقدام میکنه، من که اصلا خیلی سال پس بازی نکردم. حالا گفتیم این که حداقل نسخهش فریه بریم به تست بزنیم. آخرین نسخه که بازی کردم 2020 بود، 2021 دیگه 2021 آره اونم فری بود دیگه، منتها اونم یه دموی بود. من آره. رفتم تو 5 تا تیم داشت همین الان هم استوری، یعنی فری رو فقط، یعنی در واقع کمپینش رو 9 کمپین میگه داستان چیزه، همون حالت کیکافش رو 9 تا تیم فقط میتونی انتخاب بکنی و برای حالت آنلاینه میتونی آنلاینه که همه تیما رو داره، ولی باز ظاهرا برای بچه ایرانی بعد از وی پی ان استفاده بکنن که یه اصلا آبروریزیه. آره اونم که دیگه حالا مشکل اونا نیستش، مشکل ما هست. زودتر میگم بریم سراغ بازی، بریم به گندی بزنیم بیان. خب بچه ها این چیزی که الان دارین میبینین آقای مسی هستش توی صفحه اول که اسپانسر رسمیه در واقع ای فوتبال شده دیگه، اسمش کردن ای فوتبال مثلا دیگه پس نیستی و حالا دیگه پس اون پس قدیم نیه. این پس اون پس من یادم اون پس 06 بود چی بود که مثلا همون زمان وینینگ 11 دیگه. آره که نسخه ژاپنی اون شکلی بود اسمش، میتونستی توپ یا آقا واقعیه مگه میشه یه همچین چیزی اصلا؟ مگه مکس پین یکه؟ مکس پین یک از این تکنولوژی استفاده میکرد، یه عکس برمی داشت میزه روشون رو شیپ میداد دیگه، درسته؟ اصلا میگم نمیدونم واقعا هدفشون از این کار چی بوده، یه شوخیه شاید، مثلا شاید شرط بندی کنه بطری بازی کرده رئیس اکونومی با دوستاش، فقط رفته برای چورو گفتن آقا طبیله درست کن، رفته برای چورو که فقط روی لباسا. او اینو دهنه اینو دیدی بینی کردش برناردو سیلوا و سیاج اینو نگاه کن، اینو نگاه کن، الان دارن میخونن اینا مثلا سرود ملیشونو. آره ما نمیشنویم چی عشقمون اومد، دوست ندارم قیافش رو این شکلی ببینم رومون برم واقعا. ما این دار بچه نمیزنیم جلو که ببینید این اون چیزایی که ما قلوب نمی کنیم رو واقعا. حالا این برم آرژانتینه، یکم اینا بهتر وایستادن اینا یکم، آره چون اون یکی ها داشتن لباشون رو به هم دیگه فشار میدادن و میدوختن، یکی میخونه یکی نمیخونه، یا نه اینجا ارق ملیشون فکر کنم کمتره. آیه تکونی داد یکیشون، نه اینا خیلی دوست ندارن شعرشون، خودشون دوست ندارن سرود ملیشون. مسی 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 خیلی قیافش وایرال شده بود که این یک غمی خاصی تو چهره مسی بود، این غم نبود لگد مگس واقعا.
بریم بریم سعیت دست بدیم دست بدیم الان نمیدونیم کی به کیه. من آرژانتینم تو پرتغالی. منم نمیدونم اصلا نمیدونم هستیم یا نه. من نیستم تو بازی. تو اصلا نیستی نه. نه استارتو بزن پس دیگه برو تو اون همون سلیک سایت برو اون. فکر نکنم درست باشه دکمه ها ولی خب دیفالت چیز دیگه. وای واقعا آخرین پسی که من بازی کردم راه نمیرن. نه اینا چرا نمیرن؟ جون ندارن همون دیگه مدلشون نمیرن. منم الان اینا من دیگه فکرم با مربع شوته درسته؟ آره اون چیزایی که دورش میاد احتمالا میشه خاموش شه دیگه. اون ترینره دیگه. آه فکر کنم با آرس خاموش میشه. آرس اینجا الان داره یاد میده که باید چی کار بکنید. ولی آقا خاموش نمیشه به هر حال. برای من منم هرچی دکمه هم الس رو میزنم هم آرس رو میزنم خاموش نمیشه. وای میسی خاموش میشه زارم موقعی که حرکت داری میکنی نشون میده. خیلی زوم نیست یه ذره دور بیمونم. آره بعد همون کاری که تو فیفا کردی و میرفتی اینجا میکردی. این چرا نمیدونم. آها اصلا با آردو میدونم. هم با آردو داره میدوه. منم میگم نمیدوه مال من. گل زدم؟ آره نه آفساید شد. با آردو داره میدوه؟ با آردو میدوه. آره مال من میگم با یک نمیدوید. آره عوض کرد. بنابراین من اینکه بشه در همین دو دقیقه هم تحمل کردش بهتره که شیلد اینجا میکشه بیرون میگه. خب حله حله. آره مال تو هم که تقریبا همونجوریه که بدت نمیاد. من که منم اصلا حواسم نبود که منم فقط تو اون گرافیک استادیوم و تماشاچی ها رو ببین فقط بجمه. اونا خیلی عالی هن به نظره. بهترین تماشاچی ها رو با ما باشید یکی از تبلیغ های کنم بوده. بله صورت دروازه با میبینیم خورد شدش. چی زد گلو؟ نمیشناسم من بازی کنه ای آرژانتین متاسفانه. سیلوا گو؟ نه لامار دی پاول دی پاول دی پاول چاو ماما میا روبن دیاز. برو برو بینم بینم میدوه یا نه فقط تقابل مسی و رونالدو دیگه مچ میدوه. درست شده به نظر میاد یکم همه چی لامارو مارتینه شل اتفاق میفته. آخ نظارن شوت همون مربعه. آره دیگه درسته گفتن. نه اونو دیگه تغییر نمیدم. اوه اصلا سیستم فرقه. برنارد سیلوا برنارد سیلوا نه از این خبره وایساد توجه کرده. چیزایی که همیشه پس بود همه این اسب میدویدن همه بازیکن ها. نه اون قضیه خیلی وقت خیلی حذف شده. بازا با این حال بازم اینا آروم نمیدونن. هر حال بچه از ای برای اگه بازیش کردین این کسافتو از ای برای دفاع استفاده نکنین چون دفاع نمی کنه اصلا. اونی که میگرفتی خودش میرم دنبال. آره از که اونم مثلا اونا رو اونم اصلا دیگه تو وقتی دیگه فیفا باز میشه دیگه اون دیگه به صورت بای دیفالت از زندگیت حذف میشه. واقعا خودت بعد دفاع بکنی مثلا فایده اون فقط میره سمت تو ولی تو دفاع کردن اصلا به درد نمیخوره. وای چت خوردم بهم شتلک شدم. یکم راه رفتن عجیبی دارن اینا کلن کلن که اصلا فیزیک حالا یا به خاطر دوربینه نمیدونم یا به خاطر به قول تو فیزیکه. من عاشق این بالا پایین شدن نشم مغزت. ما از همون روش پس قدیم استفاده میکنیم. یه دیگه اینجا دیگه حداقل یه دونه گتزوگاتنشو اینجا میزنیم. خدای خوب بود و مثلا من پایین رو گرفتم بفرسته مستقیم فرسته. خود بازیکن‌ها اینگاه حرکت میکنن نمیدونم یه جوریه. همینو منم میگم دیگه میگم یه اتفاقی داره میفته که انگاری ما در جریانش نیستیم. اصلا این جهت ها که دیگه داره مغزم رو سرویس میکنه. یادمه که واقعا یه چیزی میزدی خاموش میشد هر کاری میکنم
آرس الس فلان اس بس این هر اس میزنم اینجا قشنگ نقطه پنالتی دادنه. اوف نه با آردو زدی؟ با آر یک دیگه آر تی میشه فکر کنم. نه نه خوشم نیم از این گلی که زدی، خوشم نیم از این دوتا گل هم خوشم نیم. من باید یه گل سری بزنم. خدایی خوب زدم با میسی. من اسکیپ میکنم پس سریعه که نبینیم لیونل مسی. بچه حتی حال ندارم پاس بدن من هم نیم بچه های مرد بچه ها شیرینی زندگی عجب پاس سنگین وزنی زدم. حالا شوت تو خیلی پر میکنی کمتر پر کن ولی همیشه پر کن همیشه پر کم پر کن ولی همیشه پر کن خیلی مهمه این اصلا درد نکنم اینقدر این پاس دادن های مزخ اخوخ من طرف همون نبود ولی زدم فیفایی زدم. نگاه کن حتی بچه ها دوست دارن توپ رو بگیرن بله و گل نفت بانگ پیروزی بر حالا بذار یه دونه اینجوری بزن کنم. یه تی بزن تی... یه تی بزن یه تی بل 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 دهنه دیدی فکر من اینجا درد گرفت واسه من دوشو در بیارم. نگاه کن نگاه کن فقط نگاه کن الان گاز میگیره گوشمون یکم گردن ها گردن ها بچه ها همه گردن ها شکسته لاک پشتی. مگه میشه اینجوری قیافه اینقدر بحشت داری؟ خیلی خوشحال شد رونالدو از اینکه گل زد. تو شد تو شده او آفساید؟ آفساید نداره آفساید ایست جفکو؟ نه آفساید آها یه لست فکرم سوت پایه نیمه اول بود ترسیدم چرا وایسادم نه آفساید دیلی دار دوست دارم آره. بدن که هیجان هیجان بدم ولی یک چیزی بگم تو هر اصلا واین اگه فکرم میکنی آفسایده باز ادامه بده این یک کچ تجربه هایی که باز من کسب کردم باز ادامه بده جونم باز چون که امکان داره واقعا نباشه آفساید و تو سوخت بدی آره. اگه ویل بکنی چیز من فقط این نحوه دفاع کردن مزخرف این بازی رو من نفهمیدم این چرا اینجوریه. اوه چه سیف چه سیف آرمانی بودا آرمانی کیه اسم چیزته اسم دروازه‌بانته مثلا نه من فقط مسی رو میشناسم منم نمیشناسم من پشتش اینو زده نفهمیدم مارک یا اسمی اون تو من جز بازیکنای چلسی و آلمان علاقه بازی کنم بزن تو گل خودت اب نداره یه اونجوری هم لوک مارتینه این مارتینز هم بازیکن خوبیه این بازیکنای من جون ندارن هیچ کاری بکنم من نمیکنم این کیه لاتورا مارتینز آن دو تا مارتینز من پایین اشتباه کردم اینجا رو دیریب کردن آسون نمیدونم معلوم نیستش با این جهت هایی که اینجا هست هیچ چیز عادی نیستش هیچ دیریبلی و نمیدونم چون دیگه واقعا اینجوری هم نیست بازی انگاهی تو اون دایره های هم دیگه نمیتونیم دخالت بکنیم دایره هرکس مرزش مشخصه باشه از مرز خودت نمیتونی تجاوز آره. کنی به مرزم اصلا تجاوز کنم عشق من اینه فقط عشقم این عشقم این عشقش اون عشقم عشقاتون نظر چی بود راجع به نیمه اول؟ خیلی عالی بود. مثلا اینجاش رو دوست دارم ببینیم. بزنین فکشون رو باز میکنم. آفرین. اونی هم که دیدین که دیدی که مشکل گرافیکی بهش میگن. اینجا این آرمانیه؟ آره. جورجیو آرمانی؟ این نه، اونیه که میگه آرمانم بابا نرده چهارشافه. حتی اون هارمانومه. خب دیگه ولی اینجا اینجا اسمش آرمانم. بولا فورم مونتیل گوگوریرو بودایی من هنوز این دفاع کردم تو این بازی رو یاد بگیرم دیدی که چیکار کردم که اسم اینو بهش میگن بچه ها گن زدن تو توپ دا این لاسلسو هم بازی کنه خوبیه تا آخرین چیزی که اطلاع دیدم تا تنام بود الان منتفه کنم اطلاعات تو بعد آپدیت کنی حتما زنگ بزن بپرس که آقا تا تنهام رفتی مسی میخوام با مسی یه گل شیرین بزنم منتها اشتباهی دایره رو زدم آها آره این شوت نبود لگد مگس اوه رونالدو رو بگیریم اوه اوه یه وجود خوب میدونم ولی بازم ها آها بیرون زده یارو بیرون زد بعد التی اون دفعه گرفتم یه شوت خوب بزنه اینجوری کردش یه کاری کرد برای خودش سری بروزه تموم شد هرچی که بود خیلی بامزه بود من دارم کش میکنم بدم این چجوری آره منم همه دکمه ها رو میزنم من حتی فکر از اون دستم میام
فکر کنم L2 میتونی دریپ بزنی. بازی اصلا کارمونه، خدا نگهدارمونه. چون دیگو یوتا خوب تعادلشون به هم میخوره دقیقا از این لحاظ بریم. یه حالا یه سانتر ریز، حالا یه هد، حالا از اینا، از اینا یک دو سه چهار بالا پسسو برو دیگه، برو براش. رونالدو ببینیم یه نه سوپرمن هم نمیتونست دیگه اون حرکت رو بزنه. بله ببین خیلی خوشم میاد که همه توپا الهی پاشون رد میکنن که برسه به اون. بله اینجا نمیبینیم اسم این کار مقاومته بچه. دریب سعی دارم میکنم یه دریبل موفق بزنم. منم هم سعی میکنم ببینم که اگه بخوام یه تک پاس بدم و درد سر نداشته باشم این کار چی کار باید بکنم. یه حرکت زیبا، یه دفاع جانانه از بازیکنان آرژانتین. خدا بیا مرز مارادونای فقید و که با کوک خودشو خفه کرد، فکر کرد و این دنیا رو ودا گفت. وای پس حالا این اسمش چیه؟ این اسمش بی بی لی بیه. بله حالا من همون کار رو ادامه میدم، من هین مثلث میزنم تاکتیکو بعد دور کنیم. دور شد لکورا مارتین زاکنه. حالا دروازه‌بان میبینیم که یه ریاکشنشون داد که حداقل نیم ساعت بعد از اینکه توپ از دستش خارج شد بود و این به نظر من قشنگ‌ترین کار. حالا این کار این توپو به اوت میفرسه. ببین به چه پاسکاری لجن‌ترین پاسکاری دنیا. واقعا من اون روزی که بتونم اینجا دفاع حالا میرم بیرون. فکر کردی چی؟ کردی کار برای من سخته؟ کجا میری دوست عزیز؟ پیس نه اوت بستاد. تمام اعضای پرتغال دوست دارن که اوت رو تجربه کنن. حالا اینجا رو نگاه کن، اینو بهش میگن بده آه ماشاءالله. ببین یه حسی بهم میگه این گل سومه، نمیدونم چرا ولی این حسو بهم دریافت کرد. میخوام حس تو برات چیز کنم به وقوع به پیونده هنوز تموم نشده. آره قبلش سبیده. اینو نگاه کن، دروازه‌بان رو نگاه کن، خیلی ریاکشنش نسبت به خیلی غیرتیه. اگه دستی که رفت منظورش چی بود؟ یعنی که دستم فلج کامل، من نمیتونم هیچ توپی براتون بگیرم، هر کار کردین خودتون کردین. حالا ببین اوتامندی هم که از دفاعی خوب چقر گونزالز، حالا رو مارتینز نرسید. خیلی پرقدرت. آره اگه اسم اون حرکت پرقدرته بچه ها حواظتون باشه که در تموم زندگیتون پرقدرت عمل نکنید. باشن پس قبل خواستین قدرتی بزنین قبلش حتما. من هی تو سر توپ فکر کنم اینجا مربع تو سر توپی وجود نداره، فکر کنم دایره ضرب داره، نمیدونم شک دارم. نه فکر نکنم اصلا وجود داشته باشه دیگه. آن چرا دیگه شوتو میزنی کنسل میکنی با سانتر در واقع با همون تکتیکت زنته. این حداقل این چیزی که تو فیفا هست میگنیست. یه تکل جانانه دما میشه اونجا، فرصت های آخر تیم پرتغاله و توی دروازه. حالا اینجا زده چی؟ وایو بزن که وایو بزن اتک کنه. برناسیبا اومد یه بزن قد، یه بزن قد دیگه، فقط اونجا بزن قد میکنه. وایو میزنی اون کار قاطی کردن بابا. نه من از دیرم بچه ها دارن اپوش اقداماتی با هم دیگه به این که زودتر این که بهتر نبینیم این حرکات رو. به این که یه ذره یه گولی بزنیم آرژانتین، نزنیم آرژانتین. چرا بزن داداش؟ ما مشکل نداریم، ما طرفدار حقیم، ما طرفدار گلزنی. میتونست گلم باشه، میتونست گلم باشه اگه از اون دکمه ها میزدی به قبای دروازه‌مات برخورد انقدر بهش تیکه انداختی. بابا به خاطر دستش میگی من چند صد سال اینجوری کورنر نزدم. اینجوری زدی چون همش تیفا که دیدی از بالا نشون میده. آره همینجور شانسی پر میکنیم با مسی خیره ایشالله. میگیرم اکثر من بابا خیلی پر خیلی شده پر شد. بعد تک سر بزنیم پسیشو یا حتی میتونستی توپو مثلا
هندونه بذاری، بوغلمون بذاری، یه حرکت های خیلی فانی میشد کرد. من از اون موقع خیلی دوست داشتم، ولی دیگه بعد این مدت یه مدت هم یه ورژن ایرانی با گزارش کرده خیلی با حال بودن چیز مزدک و گذاشته بودن، دو تا دایره ها موند اونجا، توجه کردی؟ دیگه هستن اون دایره ها و ما حتی این بازی رو میبندیم، اون دو تا دایره ها اونجا میمونن و برای آنلاین های بعدی هم که بعد ما میان تو این زمین میزنن، اون دو تا دایره آنلاین هست. جدیه ولی واقعا چرا اون اونجا حالا اینجا رو ببینید، اما یه مش فلج. بله، یعنی میتونه آرژانتین بازی رو برگردونه در این دقایق پایانی، یعنی دقیقه 90 گونزالس چه تنه سنگینی زد. اون کی بود؟ نمیدونم، هر کی بود، یعنی کریس رونالدو بود اون وسط. کریس رونالدو فقط میتونه همچین تنه های فنی بزنه. حالا بله اینو دیگه گلش کن بابا، چون دیگه کسی نیستش اونجا که کاری بکنه. چی زد؟ هر کی زد استاندارد بذارم. مسی زد، مسی زد و گلبانگ پیروزی دقیقه 91 و 27. گردن مسی داره اصلا از بین میره، اصلا جامه دارن می. حالا بچه ها کارت فنی و اینا همه اومدن که اون عملیاتی که هر یه تایمی از شد برره بود میریختن رو هم دوارا. ببین چه جامعه ای دارن میدارن. آره خدایی هم سانتا مونیکا بچه هم شادانه بگو، پیروز و مردانه بگو. خدایی اینجا نگاه کن، دفاع رو نگاه کن. ما هیچ کاری نمی کنیم، دروازه با مسئول این کاره. ما اینجا مگه چی کاریم؟ ما هم بازی کنیم، ما آدم نیستیم. ما آدم نیستیم، با هم آدم نیستیم دیگه. این هم مسی و گلبانگ پیروزی و بله تمام. خیلی خیلی بازی خوبی بود، خوشبخت شدیم ما. خیلی بازی خوبی بود، ما خوشبختیم، لذت بردیم از این دوده یک ظاهر شد. من اصلا فقط داریم این پسو بازی میکنیم، اصلا کاری با گیم پلی نداریم، فقط به خاطر اوه انیمیشن اومد بعد مسابقه مسی میخواد صحبت بکنه، آقای گل هم شد و میام آقای گل من آف ده مچ. سریع هم رفت بدون هیچ حرفی و 3-2. ولی یو آی بامزه زردابیش خوشم آمد حداقل. آره حالا از اون لحاظ یه جونی آخه اصلا ببینم نسخه قبلی حتی اینجوری بود، خدایی نبود. من بازی نکردم ولی فکر نکنم، من بازی کردم اینجوری نبود. نه اینجا دیگه اون اولین بازی مثلا چیزی بود که میتونستیم انتخاب بکنیم، بریم یه نگاهی هم همینجوری سرکی منو بندازیم ببینیم چه خبره. فقط بریم ببینیم داستان اصلا چیه این پس. ولی خب ما هدفمون واقعا همین گیم پلی بود که نشون بدیم ببینیم که اوضاع چقدر. هدفمون اصلا تحقیر این بازی نبود. نه نه نه. منو هم که یادم منو منوی آتاری میافته. اصلا آهنگ چی؟ آهنگم آتاری آخه. تو گفتی آخه آهنگ 8 بیتی گذاشت برات که حال کنی. این اصلا الان ای فوتباله که فقط میتونیم چیکار کنیم؟ با آر بی و فلان برو این بر. آها همه چی خاموشه. نه دیگه کنی ها؟ نه میشه تو کلابا رفت دقیقا. آقا میدن چند تیمایی که میخوایم انتخاب بکنید گفته بودن 9 تا ظاهرا میتونید ریژن فیری تیم انتخاب بکنید. توی قبلی که 4 تا دونه بود فکر میکنم واقعا تو دموه. اصلا خیلی بد چیز وحشتناکی باشه. داریم ببینیم که آها آره یه قاره اروپا داریم که حالا نه اینجا تیمای هست. من این از اولم نفهمیدم که چرا این با همین گرافیک. نه لایسنسشو نداره، یعنی همه رو چون فیفا خریده اینم نمیتونه بگیره، ولی خب واقعا یکی از چیزی که من بدم میاد چه جوریه فیفا میخره بعد میگه خدافظ یه میخره دیگه. آره دیگه ببین مثلا الان آکو یونایتد مثلا مال دست ایناست، ولی مثلا الان یوونتوس از فیفا الان یونایتد اونور چه شکلیه؟ اونور درسته بستگی داره دیگه. مثلا یوونتوس اینور اومده چیکار کرده؟ یوونتوس دیگه اومده خریده واقعا میبینی، ولی جوری خریده که انحصاری خودش دیگه، فیفا نمیتونه استفاده بکنه از این. یوونتوس اون وقت چه شکلی بود؟ اون یه چیزه اش هچلف مثل همین هست دیگه، پیامنت کارلو میگن یه همچیزی میگن. اوه پس یه... داریم همچین آره، موزی لک... تو فیفا. من فکرم فیفا همیشه دوسته. نه دیگه از پارسال این اتفاق افتاد، یه لکه ننگی اومد توی کارنامه فیفا که خیلی هم بهش تیک انداختن سر این قضیه. ولی خب یه سری چیزا رو دوو با هم کار میکنن ایست، ولی خب نظارن تیم اضافه کردن اینجا میشه. آره دیگه آنلاین بخوای بزنی میتونی بزنی. آره آدرز هم که در حد بایر مونیخ و عباس خوبی شد. آدرزش بایر مونیخ بود فقط؟ آره دیگه لیگ آلمانو نداشت؟ نه لیگ آلمانو اختصاصی دست چیزه،
دست فیفاست. فیفاست. آره قرارداد دارم. کلا این بازی نسازه دیگه اگه اینجوریه دیگه. یعنی من نمیدونم همچنان چرا دارن میسازن. کلا یه تیمای ایرانی هم هستش. توش داره هر شباب و فلان. کلا تیمای آسیایی دیگه هر چیزی که بخوایم. هم که در اسمشو درست نوشته باز. البته ظاهرا ما چون آنلاینیم و وصل شدیم میتونیم این تیم‌ها رو تاپ و با وی پی ان. آره و کسایی که بخوان آفلاین بازی بکنن اینقدر نمیتونن. آره اصلا گزینه همون مچ آفلاینشو برو نشون بده. این که اصلا الان دیگه ورد وای کلاب بود دیگه آفلاین که به این صورت تا الان برو اونور این آفلاین همین چند تا دیگه منچستر، آرسنال، یوونتوس، بایر مونیخ، بارسا، فلامینگو، کورینتاینز، ساو پاولو و ریور پلات. اینا رو میتونید خیلی دوست دارم با تیم فلامینگو ببینم تو چند مدل. اصلا عشق ریور پلاتی آرژانتینا من دارم. بوکا جونیورز این دوتا رقیب سنتی و سنتی. خلاصه این افتضاحه واقعا. این چیزی که دیدین خودتون دیگه بگیم. ما بهتره چیزی خیلی نگیم. سکوت بکن. سکوت میگن علامت رضاست ولی مثلا ما رضایتی نداریم نسبت به این. سکوت چه علامت مثلا محمد علی نیست واقعا. دیگه بچه ها رو بیشتر از این معطل نکنیم. واقعا. هر چیزی هم که دیگه میخواستیم این آخرش جمع‌بندی کلی بکنیم دیگه دیدیم خودتون فیلم. آره خیلی اصلا چیز قابل بحث و این چیزی نداره که مثلا رو بخوایم خیلی بحث رو کشش بدیم. این کلیت ماجرای در واقع پست شد و اینکه موفق باشه کنامی با این چیزی که میخواد فقط بسازه. اصلا کنامی اصلا کمکارم شده. ببین دیگه ول کردن. یعنی رقابت رو به فیفا باخته طرف. یعنی دیگه میگه که اصلا کوجیما مثلا کوجیما همون کوجیما نیست. چیه یه بعضی شده کنم میگه بعضیه داستان متاسفانه بعد ببینید دیگه یه کاری اتفاقی افتاده اونجا یه بمبی ترکیده یه چیزی شده دیگه. خلاصه که باز اگه با این ویدیو حال کردین که نمیدونم جواب چی بگم خجالت بکشم این حرفو بزنم ویدیو رو لایک بکنید که حداقل یه انرژی به ما باشه که امیدوارم که اگه با ما حال کردین آره با ما حال کردین فقط به خاطر اون اینترو اگه با اون اینترو حال کردین یه لایک بزنید جونم یه لایک بکنین کانال ما رو سابسکرایب کنین چون دیگه فرق نداره که ما چه بازی رو بریم حتما ویدیوهای بعدی بازیهای مختلف هستش و حتما تو کامنت ها اگر بازی رو دوست دارین که ما بازیش بکنیم برامون بنویسین زنگوله رو فشار بدین و تا از ویدیوهای بعدی ما عقب نم. دوستتون داریم. خداحافظ.